خب برمیگردیم به آموزش QGIS. ایاتون باشه توی فیلم قبلی در رابطه با اتریبیوت ها صحبت کردیم یا جداول توصیفی تشریحی، هنوز هم تو اون مبحث هستیم و یه سری مباحث کلیدی دیگر رو من به شما با شما به اشتراک میذارم. امیدوارم که این مباحث به دست شما بخوره. من اول کنترل شیفت وی میزنم که یک شیفایی رو به محیط نرم افزار اضافه کنم. شیفایی که من میخوام اضافه کنم حالا یه سری داده‌ای هست مربوط به استان اصفهان که حالا من اینو به محیط نرم افزار اضافه میکنم. پس من یک لایه دارم به نام استان اصفهان در قالب شیفایل، اد میکنم، کلوز میکنم و به محیط نرم افزار اضافه میشه. راست کلیک میکنم به قسمت اوپن اتریبیوت تیبل میرم، یا ایاتون باشه گفتین که میتونید F6 رو روی صفحه کلید فشار بدید به اون دسترسی بده کنید، یا در تولبار اتریبیوت بر روی اوپن اتریبیوت تیبل کلیک کنید و به جدول اطلاعاتی لایه ها دسترسی بده کنید. اونجا به شما گفتیم که جداول شامل رکورد هستم، یه سری رکورد دارم، هر رکورد هم نشون دهنده یک عارضه در نقشه است. همینجور که میبینید من وقتی رکورد ها رو انتخاب میکنم بعضی از شهرستان های استان اصفهان انتخاب میشه. اگه یادتون باشه گفتیم اینجا گزینه داریم که از حالت سلیکت خارج میشد. وقتی از حالت سلیکت خارج میشه یعنی در جدول اطلاعاتی هم یه اتفاق افتاده و گفتیم که ارتباطی بین نقشه و جدول، هر اتفاقی که در نقشه بیفته همون در داده مکانی ما در جدول اتریبیوت هم میفته. و بعد گفتیم فیل نبودن که ویژگی عوارض بودن و بعد به شما با این ادیتینگ یاد دادیم که چطور فیل رو بسازید و چطور فیل ها رو پاک کنید. حالا به سراغ یکی دیگر از دستورهای بسیار مهم میریم تحت عنوان سلکت بای اکسپرشن که ما تو ArcGIS اینو تحت عنوان سلکت بای اتریبیوت میشناختیم. با این دستور ما میتونیم سوالی رو از جدول بپرسیم و جواب خودمون دریافت کنیم. سوالی که میپرسیم باید حواستون باشه ما داریم از جدول میپرسیم، کاری به نقشه نداریم. دستور اون سری بای لوکیشن توی ArcGIS بود، حالا اینجا هم یه دستور دیگه داره. و سوالی که میپرسیم حتما باید فیلد اطلاعاتی اون در جدول موجود باشه. مثلا اگه سوالی در مورد بارش میپرسیم باید فیلد اطلاعاتی جدول اطلاعاتی ما داره فیلد بارش باشه. اگه از دما میپرسیم بهتر باید دما رو توی اون جدول توصیفی تشریحی داشته باشیم. الان ما میتونیم در رابطه با مساحت هر شهرستان اگه نگاهی به جدول توصیفی تشریحی بندازیم، جمعیت داریم، مساحت داریم، نام شهرستان رو داریم، میتونیم در مورد این فیلد سوالاتی رو بپرسیم. پس من بر روی این گزینه کلیک میکنم که از جدول سوالی بپرسم و کوئری یا پرسشی خودم ادامه بدم. خب این قسمت سرچ شما ابتدا باید فیلد مورد رو سرچ کنید که فیلد نمایان میشه. البته در این قسمت هم ما یه سری عملگرهای ریاضی داریم که میتونیم از اون استفاده کنیم و در اینجا هم که محله فرمول اینجا محله فرمول نویسیه و عملگرهای منطقی ریاضی که ما استفاده میکنیم. من اینجا فرض کنین در فیلد جمعیت من میخوام پاپو سرچ کنم. وقتی سرچ میکنم شما فیلد پاپولیشن رو میبینید، من اینو کلیک میکنم. پس اینجا ما یک فیلدی داشتیم به نام جمعیت و من میخوام از توی این فیلد یه سری اطلاعات رو استخراج کنم، یه سری سوالات بپرسم. خب به همون پنجره سلکت بای اتریبیوت برمیگردیم که اینجا نام دیگری سلکت بای اکسپرشن، به اینجا برمیگردم. اینجا برای فیلد دوبار کلیک میکنم، در این قسمت قرار میگیره. اینجا هم که توابع ریاضیه، یه سری عملگرهای ریاضی هست. اینجا هم که محتوای هر فیلدی رو که انتخاب کنیم بهتون نشون میده و در نهایت عارضه رو سلکت میکنیم. من دارم یه سوال میپرسم. اینجا میخوام بگم که جمعیت هایی که حالا بزرگتر از حالا 35,000 نفر هستن، یعنی شهرستان هایی که جمعیتون بالای 35,000 نفر هست رو به ما نشون بدیم. من برای سلکت فیچر میزنم، به من نشون میده، میگه اکثر شهرستان های استان اصفهان خب بیشتر از 35,000 نفر جمعیت دارن. من این رو یه خورده عدد رو بیشتر مد نظر قرار میدم، 75,000 رو من لحاظ میکنم و بعد سلکت فیچر میزنم. حالا جمعیت هایی که انتخاب شدن، این در واقع رکورد هایی که انتخاب شدن، جمعیت اونها اگر دقت کنید توی ستون جمعیت بیشتر از 75,000 هستن. پس من اومدم یه سوال پرسیدم، این در واقع از یک فیلد اطلاعاتی سوالی پرسیدم و به جواب رسیدم. بعد از اینکه به جواب رسیدم تو نقشم انتخاب شده
و بعد که انتخاب شد میتونم راستگیری کنم، به گزینه اکسپورت برم و اونو به عنوان یک لایه جداگونه ذخیره کنم که اینو قبلا به شما یاد دادیم که من میتونم برای این گزینه کلیک کنم، یه نام بهش بدم، از همون نام پاپ، پاپ حالا بالای 75000 که میگم پاپ 75، و بعد مسیر ذخیره رو واسش تعریف کنیم هر چی که دوست داشته باشید و بعد از اون برای اوکی کلیک کنیم. بعد یه لایه ایجاد میشه، من اگه چک باکس لایه قبلی رو بردارم، لایه جدید ما اون شهرستانی که جمعیتش بالای 75000 نفره و بعد اینکه با یک جدول اطلاعاتی جداگونه داره به ما نمایش داده میشه. که حالا من این لایه رو یه کنترل دی میزنم، لازم ندارم پاکش میکنم، به لایه قبلی خودمون که همون اسفان بود برمیگردم و روی آن سلکت هم میزنم که از حالت سلکت خارج بشه. دوباره من F6 رو میزنم یا روی لایه راست کلیک میکنم، به گزینه اوپن اتریبیوت تیبل میرم که به جداول توصیفی دسترسی بده کنم. پس با این گزینه ما میتونستیم سوالات خودمون رو بپرسیم و بعد اینکه سوالات خودمون رو پرسیدیم به جواب برسیم. حالا یه مثال دیگه میزنم، ما یک فیلد داریم میرم نیم که نام شهرستان نوشته شده، من یه فیلد نیم رو سرچ میکنم، پس فیلد نیم اینجا اومد که این بالا میبینید تو جدول ما قرار داره، به عنوان یکی از فیلدهای اطلاعاتی ما روی نیم دوباره کلیک میکنیم. حالا من میتونم بگم که نام شهرستان هایی که مساوی هستن با نام مثلا اصفهان برای ما بیار. هر فیلدی که انتخاب میکنید اگه روی آل کلیک کنید همه محتوای اون میاد. حالا من میگم جاهایی که نام هایی که شبیهن با اصفهان به من نشون بده، پس سلکت میکنم، در جدول شهرستان اصفهان انتخاب میشه و شما میتونید اصفهان رو اینجا ببینید. خب خیلی سوال میتونید بپرسید، سوالات بیشماری رو میتونید از فیلدهای اطلاعاتی بپرسید. البته من یه دو تا مثال زدم و بعد هر کدوم هم که سوال پرسیدی به یه جواب میرسید، یه رکورد انتخاب میشه، اون رکورد باعث شده که این داده مکانی در نقشه انتخاب بشه و بعد میتونید اون رو به صورت یه لایه جداگونه برای گام بعدی پروژه ذخیره کنید. مورد بعدی که توی تیبل‌های اطلاعاتی خیلی مهمه اینه که من از دستور از پنجره استفاده کنم، اینا فیلد کلکیولیتور، اگر اینجا من کلیک کنم پنجره نمایان میشه که من میتونم با این یه سری عملیات های ریاضی رو برای فیلد انجام بدم. میتونم دو تا فیلد رو با هم جمع کنم، یه فیلد به توان برسونم، یه فیلد بر فیلد دیگه تقسیم کنم، توابع مختلفی که دارم. فقط من دنبال نقشه تراکمم، میتونم فرمول نقشه تراکم اینجا محاسبه کنم که حالا جمعیت تقسیم مساحت، یا من میتونم با استفاده از فیلد کلکیولیتور نقشه های اقلیمی دمارتون تهیه کنم، چون اونجا قراره بارش و دما و تبخیر رو همه با هم جمع بشن. و هر تابعی که داشتید، هر توابعی که در ذهن شما یا در رشته شما باشه، میتونید برای فیلد ها اعمال کنید، به شرط اینکه اون دو تا فیلد مورد نظر موجود باشه که ما بتونید عملیات تقسیم و جمعونه انجام بدیم. مثلا من اینجا اگه بخوام فیلد جمعیت رو ضرب در دو کنم، پس فیلد هم میدم جمعیت میتونم ضرب در دو کنم، ولی اینجا نمیتونم فیلد جمعیت رو تقسیم بر فیلد جرم کنم، چون فیلد جرم اینجا موجود نیست. اصلاحی میکنم، فیلد جرم اینجا موجود نیست و این امکان وجود نداره، ولی میتونم این کار انجام بدم که الان فیلد جمعیت رو میخوام ضرب در دو کنم، یعنی هر جمعیت رو ضرب در دو کنم که دو برابر بشه. برای چنین کاری اینجا دو گزینه شما پیش روی داریم. در قسمت اول میگه که دوست داری که اون جواب شما در یک فیلد جداگانه که شما اسم واسش تعیین میکنی توی اون بریزم. در یک گزینه دیگه میگه شما یه فیلدی رو انتخاب کن، من اون فیلد رو بروزرسانی کنم، مثلا فیلد شما پاپولیشن رو انتخاب کن، جواب این که جمعیت ضرب در دو بشه جای این اعداد جایگزین میکنه، که میگم این خوب نیست و من قصد دارم که در یک فیلد جداگانه بریزه. اینجا میتونم یک نام به فیلد اختصاص بدم، مثلا بذارم پاپ 2، حالا جمعیت که ضرب در 2 شده. من اینجا میتونم سرچ کنم، اینجا من فیلد مورد نظر رو سرچ میکنم، فیلد جمعیت رو سرچ میکنم و دابل کلیک میکنم، اینجا که اومد فیلد رو ضرب در 2 میکنم. پس اینجا من فیلد مورد نظر رو یه بار دیگه ضرب در 2 کنم و بعد بشیم بگم که توی یه فیلد جداگانه واسه من ذخیره کنم و اسم اون فیلدم بذار پاپ 2. من میتونم اوکی کنم
بعد که اوکی کردم یه فیلدی ایجاد شده. اوکی، پس یه فیلدی ایجاد شده که اون فیلد تحت عنوان پاپ 2 که هر کدوم از جمعیت‌های فیلد جمعیت رو ضرب در 2 کرده و واسه ما محاسبه کرده. پس فیلد کلکیولیتور خیلی مهمه، سری با اتریبیوتن خیلی مهمه. سعی کنید وقتی این دوتا رو یاد میگیرید مثال‌های مختلفی تو اشتباهتون پیدا کنید و روی جداول اطلاعاتی که حالا مربوط به پروژه خودتون داره ارائه کنید. مخصوصا شرح خدمات پروژه رو بخونید. اگه شرح خدمات پروژه رو بخونید پر است از این مثال‌هایی که شما قراره یه چیز رو پیدا کنید یا یک عملیاتی رو برای فیلد انجام بدید. پس تو دستور فیلد کلکیولیتور که اینجا بود و یک دستور سلیک و اتریبیوت که اینجا بود و شما میتونید این کار انجام بدید. حیاتون باشه، من گفتم میتونید فیلدهای رو انتخاب کنید، میتونید کنترل بگیرید، دو تا فیلد انتخاب کنید، در واقع دو تا رکورد انتخاب کنید، سه تا رکورد انتخاب کنید. برای رکوردهایی که انتخاب میکنید نشون دهنده که عوارض هم دارن انتخاب میشن. بعد شما میتونید اینجا حضارت انتخاب خارج کنید یا میتونید اینجا سویچ کنید. سویچ برعکس میشه دیگه. اگه یادتون باشه من چند تا انتخاب کرده بودم، میاد اون حضارت انتخاب خارج میکنه، اون بقیه که انتخاب نیست انتخاب میکنه. الان اگه من بزنم دوباره به حالت قبلی برمیگرده و این اتفاق میفته. الان من سویچ رو اعمال کردم، رکورد قبلی و اونایی که انتخاب بودن حضارت انتخاب خارج شدن و با این گزینه میتونید سلکت آل کنید، همه آرزو انتخاب کنید و با این گزینه میتونید از حالت سلکت خارج کنید.